نظرسنجی شرکت استا پی سی دی لیو نشان داده که بیش از نیمی از جوانان عرب در خاورمیانه و شمال آفریقا برای مهاجرت از کشورهایشان تلاش می‌کنند و یا به طور جدی به آن فکر می‌کنند. به گزارش الجزیره، بر اساس نتایج این نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد، 53% از پاسخ دهندگان در کشورهای شرق مدیترانه و 48% در کشورهای شمال آفریقا خواهان ترک کشورشان برای جستجوی فرصت‌های بهتر، به ویژه فرصت‌های شغلی بهتر هستند. این موضوع در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کشورهای عربی از وضعیت اقتصادی بغرنجی می‌نالند و 72% از جوانان در خاورمیانه، اعم از عراق، اردن، فلسطین، لبنان و سوریه و 62% در شمال آفریقا شامل الجزایر، لیبی، مغرب، سودان، جنوب سودان و تونس در این نظرسنجی گفتند که اقتصاد کشورهایشان به سمت اشتباه حرکت می کند. اگرچه عوامل اقتصادی دلیل اصلی تمایل برای مهاجرت بین جوانان عرب است، اما این نظرسنجی دلایل دیگری را نیز در این خصوص افشا کرده که دارای ویژگی های امنیتی و سیاسی هستند. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ارادت و احترام به شما و بینندگان عزیز. جناب آقای دکتر، این نظرسنجی تازه تا چه حد شرایط عینی وخامت اوضاع معیشتی جوانان خاورمیانه و شمال آفریقا را بیان می‌کند؟ من با اجازه شما میخوام یک کمی به عقب برگردم. کشورهایی که از پناهندگان استقبال میکنند کشورهای تاریخدار اروپا هستند. مثلا انگلیس در سال 1224 ببخشید میلادی یه معاهده با شاهش بستند و از اون روز دولت خودشون رو تشکیل دادند. فرانسویان بعد از انقلاب فرانسه قانونشون رو درست کردن. از این نظر اونها راهبردهای مخصوصی برای پناهندگان دارن. اینا تمام پناهندگانی که به غرب میروند یا جوانانی که میخواهن به غرب بروند از کار خود غربی هاست. اونا به شیوه خاصی کشورهای دیکتاتورشیپ اسلامی را زیر فشار قرار میدن که جوان دیگه کاری یا جایی برای کار نداشته باشه. این جوان ها چون اونجا یک راهبردهای خاص و مؤسسات خاصی در کشورهای خارج غربی یعنی تشکیل شده، اینا میخوان یک کسی که به این کشورها بیاد شایستگی و عقل و تدبیر را داشته باشه. از این نظر میذارن بعضیا با کشتی بیان و در دریا غرق شن، اهمیت به اشخاص نمیدن. از این نظر میتونیم ببینیم که تو تلویزیون مینویسن 80 نفر غرق شدن، 40 نفر غرق شدن، یا اینکه دیروز مثلا در دریای مانش بین فرانسه و انگلیس 6 نفر غرق شدن. اینا میدونن که انسانی که شایستگی عقلی داشته باشه نمیاد سوار کشتی کوچیکی بشه و به دریا بزنه یا با محیط بزنه. از این نظر اگه کشته شد اهمیت بهش نمیدن. میدونن کسی که تدبیر عقلی داشته باشه 100% شایستگی اونی داره که به یه راهی سالم به کشورشون برسه. اگر با اون راه سالم به کشورشون رسید، به شخصیت‌های علمی و سیاسی ازش استفاده میکنن. مثلا احمد زویل مصری که در آمریکا به کار فیزیک و در ناسا مشغول بود، جایزه نوبل را در فیزیک با اکتشاف ویم تو ثانیه دریافت کرد. این یکی از پناهندگان بود، ولی تونست به گونه‌ای به آمریکا برسه که غرق نشه تو دریا یا کشته نشه. میبینیم در انگلیس الان ریچی سوناک نخست وزیر انگلیسه، ولی به گونه‌ای باباش تونست به
انگلستان برسه و او را در انگلستان درس بده که کشته نشد تو دریا، و اگر کشته میشد نه ریشی سوناک بود و نه صادق خانی که اکنون شهردار لندنه. اینا همه از همون پناهندگانی بودن که زیر همین مشکلات در غیر زمان و مکان افتاده بودن، اگر پدراشون باشن یا خودشون باشن. ولی جوانان عرب و مسلمان و جوانان ایرانی نیز که بعضی وقتا از راه یونان یا مدیترانه یا از راه ترکیه به یونان میخواهند به سوی اروپا عبور کنن، باید حسابات خودشون رو تغییر بدن. این گونه بدون شایستگی و بدون علم و فهم نباید هوای پناهندگی در کشورهای غربی داشته باشن. غربها به جزئیات کوچک اهمیت میدن، میدونن کسی که در دریا غرق میشود آن کسی نیست که شایسته زندگی در کشورشون داشته باشد، و این ساخته و پرداخته خود آنهاست. آنها هم این را انکار نمی کنند. الان انگلستان با کمال تأسف پناهندگانش را در یک کشتی توی دریا قرار داده، و اگر بخواهیم بفهمیم که این قضیه واقعا اتفاقیه یا نقشه‌بندی شده است، میتونید به شهر کاله فرانسه بروید که من آن شهر رو زیارت کردم و دیدم تمام شهر ممنوع الورود و ممنوع رسیدن به دریاست، در حالی که گمرک انگلستان که باید در شهر دوور انگلستان باشه در شهر کاله قرار داده. یعنی انگلستان گمرک عبوری خود را در شهر کاله فرانسه قرار داده و فرانسه هم اعتراض نکرده. پس معلومه که قضیه حساب شده است، و اینو از جوانان خودمون میخواییم، جوانان مسلمون میخواییم که واقعا دقت کنن که چطور میبایست به کشورهای غربی سفر کرد و پناهنده شد، نه اینکه با کشتی سوار شدن و غرق شدن و بعد تبدیل به شماره شدن میشوند. و اگر احتیاجی بود یک بچه اگر غرق شد میخوان یه عکسی براش بگیرن و پولی جمع کنن هم میشه، مثل اون بچه سوری که 3-4 سال پیش روی شنای دریا غرق شده بود و خیلی با این عکسش پول جمع کردن. من امیدوارم که ما ذهنیت فکری خود را بالا ببریم تا بتوانیم این مشکلات ساخت و پرداخته غرب را واقعا تحلیل و تجزیه کنیم. بله جناب دکتر، برای بینندگان ما بفرمایید که افزایش مهاجرت جوانان از خاورمیانه و شمال آفریقا در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی را در پی دارد؟ در کوتاه مدت خواهیم دید که خیلی از آنها در دریا غرق خواهند شد و بعضی ها در کشتی ها در وسط دریا نگه داشته خواهند شد، یا مثلا به بورکینافاسو یا راواند اخراج خواهند شد، و این کاری است که غربی ها متفقن واقعا. با اینکه انگلستان از برکسیت خارج شد ولی تاکنون همه، یعنی همه اروپای غربی به این فکر هستن که کسی بدون شایستگی به کشور آنها راه نیاد. از این نظر میبینیم کسی که مثلا از ایران یا عراق اومده و میخواد درس بخونه و در درسش هم قبول شد در دانشگاه مشهور انگلیس یا فرانسه، اونا به اون پناهندگی میدن به عنوان یک شاگرد زبردست، مثلا پناهنده میتونه بشه. پس جوانانی که واقعا وضعیت ذهنشون کمی پایینه باید به این دقت کنن که بدبختانه نرن کشته بشن. اینا در آینده میخوان، یعنی همونطور که شما گفتید، در آینده میخوان فقط شایستگان را جمع کنن، کسانی که شایسته زندگی در غرب باشن یا به غرب کمک کنن. اما کسانی که برای کارو کسب عمل آمدن در بازار کار آنها تأثیر میکنه. همونطوری که هنری کیسینجر 70 سال پیش گفت،
قضیه اقتصاد است. همون حرفی که کلینتون وقتی در انتخابات شرکت کرد و گفت ای نفهما قضیه اقتصاد است. اینا میخوان کسی که به اقتصادشون کیفیت بدهند ازش استفاده کنند، اما کسی که با بازار اقتصاد ضربه بزنه ازش نمیخوان استفاده بکنند و هیچ باکی هم ندارن که ایشون را در دریا غرق کنن و بعد بگن اینا بدبخت ها غرق شدن. من دیروز اگه توجه کرده باشید با اینکه 41 نفر در دریا غرق شدن، در خوشگذرانی های مردم هاوای در جزیره هاوای آمریکا 80 نفر کشته شدن در آتشی که اونجا رخ داد. خداوند متعال متساویش میکنه، ولی ما نمیخواییم بچه های ما، جوانه ما این گونه خود را به آب و آتش بزنن. ممنونم از شما دکتر محمد عیسی خاقانی با ما همراه بودند.